روزنامه نیویورک دیلی نیوز با اشاره به خروج هیئت‌های نمایندگی کشورهای مختلف در اجلاس نیویورک هنگام سخنرانی احمدی نژاد نوشت: حتی دبیر کل ملل متحد بان کی‌مون هم که به متانت شهرت دارد، احمدی نژاد را تحمل نکرد و پروتکل را کنار گذاشت و قبل از شروع سخنرانی احمدی نژاد صحن ملل متحد را ترک کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا حرفهای احمدی نژاد را در کنفرانس نیویورک لجام گسیخته خواند و گفت: رژیم ایران هر کاری بتواند انجام می‌دهد تا توجهات را منحرف کند و از حسابرسی جهانی تفره برود. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پس از اظهارات احمدی نژاد با ابراز نگرانی از چالش‌های امنیتی ایجاد شده از سوی برنامه اتمی رژیم ایران بر لزوم اتخاذ موضع قاطع بین‌المللی در قبال آن تاکید کرد. ماکسیم فرهاخن وزیر خارجه هلند سخنرانی احمدی نژاد در نیویورک را بی‌پایه و غیر قابل قبول خواند و گفت: گفتگوها در کنفرانس منع گسترش تسلیحات اتمی مهمتر از آن بود که این نوع اظهارات روی آن سایه بیندازد. از این رو هیئت هلند سالن را ترک کرد. لارنس کانان وزیر خارجه کانادا گفت: هیچ چیز نشان نمی‌دهد که رژیم ایران بخواهد با بیش از 100 کشوری که این کار را کرده‌اند هم نوایی کند. روزنامه نشنال پست کانادا نوشت: احمدی نژاد و خامنه ای باید به اتهام تحریک مستقیم و علنی برای نسل کشی در مقابل دادگاه جنایی قرار بگیرند. این روزنامه پیشنهاد کرد کانادا باید کارزاری از کشورهای متحد راه بیندازد و برای محاکمه احمدی نژاد و خامنه ای در دادگاه بین المللی جنایی فشار بیاورد. با بازتاب‌های سخنرانی گماشته ولی فقیه به قطع و یقین میتوان گفت رژیم آخوندی از حضور احمدی نژاد در کنفرانس نیویورک نتیجه معکوس به دست آورد و انزوایش تشدید شد. در این رابطه مواضع روسیه که تا پیش از این علائم تردید در مورد اعمال تحریم ها نشان میداد میتواند شاخص خوبی باشد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت که در مورد نتایج گفتگوها میان کشورش و 5 قدرت دیگر جهان برای دور 4 تحریم‌ها علیه رژیم ایران خوشبین است.